بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی خب آمریکا بعد از اینکه ایران رو تهدید میکنه که دیشب تو برنامه مفصلی بهش پرداختم الان یه فتنه جدید رو راه انداخته این فتنه جدید بعد از این رخ میده که آمریکایی ها بعد از شکر اضافی که اسقاطیلیا خوردن و قرار شد که ایران پاسخ سخت و مجازات سختی رو در نظر بگیره ابتدا با فرستادن میانجی ها قصد داشتن که جلوی تصمیم ایران رو بگیرن و ایران حمله نکنه اما بعد از اینکه دیدن ایران مسممه اومدن غیر مستقیم تهدید کردن البته مقامات درجه دو سهشون نه سیاست مداران اصلیشون حالا بعد از این دو مرحله دیدن باز هم بیفایده است اومدن سراغ دو تا کشور دو تا کشوری که از قضا جمهوری اسلامی بهشون هشدار داده یکی مصر یکی قطر اینها کسانی هستند که در بحث آتش بس غزه میانجی بودن اما به نتایجی نرسیدن بعد از ده ماه همچنان اسقاطی داره مردم مظلوم غزه رو در این منطقه‌ای که می‌بینید به خاک و خون می‌کشه حالا چی شده که به یک باره دنبال آتش بسن و نتانیابو هم گفته هیئت مذاکره کنندش رو برای 6 روز دیگه که اینها یک اجلاسی رو دارن میفرسته تا به آتش بس برسن اما دو تا نکته مهم یکی خود این توطعه در بیرون هست که داره رقم میخوری هم در داخل یک ادهی همصدا با آمریکایی ها میگن ایران باید دست رو دست بذاره تا ببینه این مذاکرات چی میشه اما چرا رفتن سراغ قطر و مصر ببین قطر رو همسایه ماست خب پایگاه آمریکایی اونجا هست ممکنه اگر جنگ بالا بگیره پایگاه های آمریکایی بخوان از اونجا خط و خطای مرتکب بشن قطری ها به شدت از این میترسن که بخوان حریم هوایشون رو در اختیار آمریکا قرار بدن برای حمله به ایران چون ایران از قبل باشون هماهنگ کرده اما دو تا مادر مورد اینجا داریم یکی اردنی ها هستن یکی مصری ها که تو یک برنامه اشاره کردم مصری ها زیر پرچم آمریکایی ها و اردنی ها زیر پرچم اسخاتیلیا هستن الان اینها از هر دو طرف تحت فشارن از طرفی آمریکا و اسقاطیل به اینها فشار میارن که اولا در بحث پدافندی و رهگیری موشکا یا پهبات های شلیک شده از طرف ایران که احتمالا ترکیبی از این دو خواهد بود البته موشکا این بار شدید تر خواهد بود بیان شرکت بکنن یعنی کمک بکنن به محور استکبار تا جلوی حملات ایران رو بگیره خب اینها به اونا نمیتونن نه بگن از این طرف جمهوری اسلامی هم در 48 ساعت متوالی هشدارهای آخر رو داده در جده عربستان رفتن یک دیداری برگزار شده و در اونجا به همین مسئله دوباره تاکید شده که آقا ما پاسخ رو خواهیم داد حالا اینا موندن از زیر بار فشار آمریکا و اسقاطیل بیان بیرون یا پی موشک های ایران رو به تنشون بمالن چون ایران گفت قطعا میزنن هر کدومتون وارد این جنگ بشید مداخله کنید بخواید مثلا جلوی شلیک های ما رو بگیرید یا به اونها کمک بکنید شما برای ما هدف مشروعید و ما میزنیم شما رو خب این یه ترسیمی از اصل قضیه اما این فتنه جدید چیه این بحث آتش بس در غزه ببین آمریکایی ها بعد از اینکه ناامید میشن از عقب نشینی ایران نمیتونن متقاعد بکنن و این پاسخ پاسخ سختی خواهد بود میان بحث آتش بس غزه رو مطرح میکنن قافل از این که این دور از حملات ایران و محور مقاومت اصلا بحث قزه وجود نداره یک به خاک ایران تعدی شده مهمان ایران رو ترور کردن در حزب الله فرمانده ارشدشون رو ترور کردن در عراق بچه های هشت و شعبی رو ترور کردن و در بندر هدیده یمن اتفاقات تلخی رو رقم زدن به زیر های یمنی ها حمله کردن پس این چهار محور دلیل دیگری از بحث غزه جهت حمله به اسکاتیل داره آمریکا با این طرح آتش بس دنبال چیه دنبال اینه که بگی آقا ببین ما صلح طلبیم اومدیم مشکل رو حل بکنیم این محور مقاومت هم که طرفدار غزه بود حالا که ما داریم به صلح میرسیم آتش بس قرار اینجا برقرار بشه اینا نمیذارن یعنی با القای رندانه این مسئله به نوعی ایران رو میخواد آتشمز کنه دو تا حالت داره ایران یا حمله میکنه یا حمله نمیکنه دیگه بعد از این مسئله اگر حمله بکنه متهمش میکنن به همین چیزی که گفتم آقا اینا سلطه نیستن دنبال جنگن میخوان منطقه رو به آشوب بکشن از این حرفا اگر جواب نده یعنی بپذیره که آتش بسی بشود اون موقع میگن ایران عقب نشینی کرد در کنار اینکه اسقاطیل رو در این شرایط بحرانیش نجات میده فرصت رو براش فراهم میکنه که دوباره در آینده جسارت های دیگه علیه ایران رو ما بکنه حالا ما باید چطور آچمدش بکنیم چون میدونید دیگه اینها اگر همین الان بگن آقا آتش بس کلا از این منطقه ما میریم بیرون غزه رفع همه رو خالی میکنیم تخلیه میکنیم میریم عقب هیچ اعتباری بر این حرفشون نیست دو روز دیگه همین غزه رو به خاک و خون میکشن یه بهانه میارن میگن آقا نغز آتش بس شد ما میزنیم پس ما که میدونیم اینها دنبال آتش بس نیستن اینها دنبال تنفسن اسقاطیل رو از این شرایط که داره از این شرایط بحرانی نجات بده الان اسقاطیل کلا قفله بندر جنوبیش ایلات که تعطیل شد ورشکست شد حیفا الان تو برنامه قبلی اشاره کردم دیگه حیفا وضعیت بسیار بسیار بغرنجی داره مناطق شمالی تقریبا خالی از سکن است متولای کریات شمون است یه وقتایی به سفید سرایت میکنه تا نزدیکی های تبریه میاد تو کرانه باختری هم اتفاقاتی هر از گاهی میفته اما خب به هر حال با خیانت تشکیلات خودگردان و همکاری پلیسشون با نیروهای اطلاعاتی و جاسوسی اسقاطیل دارن تقریبا اون کسایی که تو منطقه کرانه باختری به هر حال اقداماتی رو شروع میکنن بلا فاصله بازداشت میکنن ولی با این حال اوضاع اسقاطیل به شدت بحرانیه آمریکا برای نجات اسقاطیل این طرح آتش بس رو مطرح کرده در شش روز آینده یک جلسه بگذارن بیان بشینن دوباره صحبت بکنن صحبت همون صحبت های تکراری است هیچ تضمینی هم برای این وجود نداره که اینو آتش بس بکنن و به اون آتش بس پایبند باشن تازه اگر این اتفاق هم بیفته باز نافی حق ایران برای جبران این جسارتی که در ایران اتفاق افتاده نمیشه ایران حق مسلمشه برای دفاع مشروع از خودش باید اسقاطیل رو بزنه یکی از چیزهایی که باعث میشه ایران حتما این کار رو بکنه نگاه محور مقاومت به ایران هست ببینید بدون تعارف ایران داره محور مقاومت رو مدیریت میکنه تسلیحشون میکنه کمک نظامی و اطلاعاتی و امنیتی میکنه و به نوعی با حمایت اینها داره منطقه رو مدیریت میکنه اگر ایران در این مسئله بخواد عقب نشینی بکنه و از حق مسلم خودش بگذره یک یأس و ناامیدی در محور مقاومت ایجاد میشه که ترمیم اون شاید سالها زمان بخواد دیگه روز و ماه جوابگو نیست خب مگر ایران دیوانه است این همه سال وقت گذاشته سرمایه گذاری کرده این همه سختی ها رو به جون خریده که بتونه یک محوری رو علیه استکبار جهانی شکل بده حالا تو این برهه حساس بیاد پشت اینها رو خالی کنه یعنی چی پشت اینها رو خالی بکنه ببین یمن داره کار خودش رو میکنه حزب داره کار خودش میکنه مثلا هشت و شبی داره کار خودش میکنه اما اینا در یک هماهنگی با هم یک پشتوانه ای میخوان اسم و رسم ایران که الان در منطقه جا افتاده وقتی ایران میتونه معادلات جنگ روسیه و اوکراین رو به هم بزنه وقتی تسلیحات ایرانی میره تو ونزوئلا وقتی هفتاد کشور دنیا از تو پهباد میخوان یعنی یک اسم و رسمی در کردی تو منطقه که خودش به تنهایی یه ستونه خب حالا تکیهگاه محور مقاومت به این ستونه اگر این ستون بخواد از موازش عقب نشینی کنه از حقش بگذره چشم پوشی کنه از جسارت اسقاطیلیا علاوه بر اینکه اونها رو وقیحتر و پر روتر میکنه در آینده بیان جسارت بیشتری کنن محور مقاومت رو از تو ناامید میکنه آمریکا به خوبی این رو فهمیده با طرح آتش بس میخواد ایران رو در حالت رنده قرار بده یعنی چه به جلو حرکت کنه چه به عقب حرکت بکنه ایران آسیب میبینه یعنی چه از حقش بگذره بیخیال خیال ضربه زدن به اسقاتیل بشه و مجازات سخت رو فراموش کنه به نفع مثلا آتش پس در غزه هم اینجا ضرر کرده و هم اگر حمله بکنه انگ مثلا جنگ طلب و اینها بهش میخوره که آقا به اینا دنبال صلح نیستن این خط سیر رو یک عده در داخل هم دارن دنبال میکنن یعنی دنبال این هستن که بگن آقا شما نه ما دنبال جنگ نیستیم ما اگر دنبال جنگ بودیم تو وعده صادق یک خیلی شدیدتر میزدیم فقط یک هشدار بود که اینا پا پس بکشن یک بازدارندگی ایجاد بشه حالا که اینها در باتلاق گیر کردن تو بنبست بودن دوباره یه ترور رو رقم زدن اونم تو تهران باید پاسخ بگیره. اگر پاسخ نگیره شما هیچ کدومتون امنیت ندارید نه توی ایران امنیت داری نه عراق امنیت داره نه سوریه امنیت داره نه لبنان امنیت داره نه یمن امنیت داره هیچ کس هیچ کس امنیت نداره و مهمتر از این در داخل کشور با یک سرشکستگی مواجه میشی این مردمی که تحریم رو تحمل میکنن سختی رو تحمل میکنن تورم رو تحمل میکنن تمام این مسایب و مشکلات رو تحمل میکنن الان از حاکمیتشون انتظار دارن که آقا پاسخ بده یه بچه‌ای که بیرون دعواش میشه برمیگرده خونه از پدر انتظار داره که آقا برو خودی نشون بده اون تو عالم بچگیش به پدر تکیه داره ولی اینکه حالا این پدر بره درگیر بشه درست درست, درست این یه بحث دیگه‌ست که الان با هزار و یک دلیل ما اثبات میکنیم که زدن اسقاطیل توسط ایران درسته چون اگر نزنی یعنی یه قدم عقب نشینی کردی اون یه قدم میاد جلوتر همیشه هم همین بوده اما زمانی که زدیش تو لاک خودش فرو رفته تا مدت پیداش نبوده شما تو این هفت ماه نگاه بکنید توی لبنان و سوریه و در نهایت توی تهران هفت نفر از فرماندهان ارشد ترور میشن چه از حماس چه از حزب الله چه از نیروهایی که تو سوریه مستشاران ایرانی هن ببین همه اینها برای چیه برای اینه که شما یک اقدام متقابل انجام ندادی و او وقیح شد یه قدم اومد جلوتر هر چی عقب نشینی کنی اون میخواد بیاد جلوتر اینجا هیچ منطق و اقلانیتی به تو اجازه نمیده که یک عده منافق داخلی بخوان بهت خط بدن که آقا این کارو نکن سری قبلی تو شمال تهران مهمانت رو میزنه این سری دیگه هیچ جای تهران رو برات امن قرار نمیده نه فقط تهران هیچ جای ایران رو برات امن قرار نمیده از اون طرف نوع نگاه سیاسی اون و حکمای دنیا به ایران یک نگاه ضد امنیتی میشه آقا اینجا امنیتی وجود نداره اگر بناس رفت و آمدی بشه روابط دیپلماتیکی بشه سرمایه گذاری بخواد بیاد میگه اینجا امنیتی نداره که کسی مثل اسماعیل هنیه رو زدن در ایران ترور کردن اینا هیچ کاری نکردن منی که میخوام برم سرمایهام رو ببرم مثلا در ایران یک کارخونه ای را بندازم یه شرکتی بزنم یه مجموعه تولیدی خب من نمیرم امنیت نداره کشورهای دیگه سیاسیون دیپلمات ها هم نگاهشون همین خواهد بود و از اون طرف برخی همسایگان مغرض شما فردا برات شاخشونه میکشن همون هایی که اسقاطیلا ها توش حضور دارن دارن توطعه میکنن علیه ایران برخی همسایگان شرقی ما برخی گروهک های تروریستی که وجود دارن اینها جرأت و جسارت بیشتری برای ضربه زدن به ایران پیدا میکنن اون وقت دیگه شما نمیتونی جلو اینها رو بگیری از هر طریق ممکن وارد ایران میشن ضربه شونو میزنن و میرن اون وقت شما میخوای چیکار بکنی با اینها صرف این که آقا صبر استراتژیک به معنای این است که ما پاسخ ندهیم فقط جرأت و جسارت امثال اینها رو بیشتر میکنه البته این بندگان خدا رفتن عکس بگیرن تو دل طبیعتا. منظورم اون تروریستایی است که میخوان از این ناحیه وارد کشور ما بشن از الان باید پاسخ قاطع داده بشه مجازات سخت رقم بخوره اما در زمان و مکان مناسب خودش که این رو نیروهای اطلاعاتی امنیتی نظامی و دیپلومات های ما تشخیص میدن هیچ هم عجله نکنید هرچی عجله بکنید کار رو خرابتر میکنید با مردم خودمون هستم اسقاطیل وضعیتش بحرانیه هر چی بیشتر تو این حالت بمونن همین الان قبل از ضبط این برنامه دیدم تو یکی از شبکه‌های اسقاطیلی دارن میگن میگن ایرانی ها با این کارشون دارن روح و روان ما رو به هم میریزن آقا شما نزده اینا در داغونن بزنی چی میشن حالا بذار تو همین حالت بمونن چه اشکال داره اینم یه بخشی از اون حمله هست یک تاکتیک فوقالعاده عالی هیچ کاری تو نباشه بذارید راحت باشن آمریکایی هم با این فتنه جدید نشون دادن که اسقاطیل براشون چقدر مهمه اما کور خوندن این فتنه ان شاءالله تو نطفه خفه میشه فکر میکنم که یحیی سنوار پاسخهای خوبی به اینها خواهد داد یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون